15 سپتامبر در قصر ملت جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال برگزار گردید. در جلسه شورا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جمار توکایف، پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف، معاون اول رئیس دیوان وزیران جمهوری قرغیزستان محترم عدلبک کاسیمعلیف، همچنین نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد، راهبر مرکز منطقوی سازمان ملل متحد و با دیپلماتیای پیشگیری کننده محترم کاخا ایمنادزه اشتراک کردند. بعد مراسم عکسبرداری جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال با اشتراک هیئت‌های حکومت‌ها و کارشناسان بین المللی ادامه یافت. در جریان ملاقات یک سلسله مسائل مبرم فعالیت فوند بین المللی نجات ارال از جمله نتیجه‌های رئیسی جمهوری تاجیکستان در این نهاد، تکمیل ساختار تشکیلی و زمینه سازشناموی و حقوقی فوند مورد بررسی قرار گرفته. سمت‌های آینده‌دار فعالیت مشترک ضمن اندیشیدن تدبیر در این بخش‌ها معین و مشخص کرده شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان سران و نمایندگان دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال و مهمانان چاره‌بینی را گرم و صمیمی خیرمقدم گفتند و اوید به نتیجه‌های ریاست تاجیکستان اندیشه‌رانی کردند. تأکید گردید که فوند بین المللی نجات ارال در تحکیم همکاری و همیاری کشورهای منطقه در حل مسئله های پیچیده آب و اکولوژی نقش مهم دارد. در چهارچوب این نهاد نتیجه های نظررس به دست آمدند که بر رشد اقتصادی و اجتماعی آسیای مرکزی، تحکیم همکاری های منطقوی، همچنین جهت براهماندن و گسترش دادن مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه در این سمت مساعدت نمودند. سران و نمایندگان دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال ضمن سخنرانی خود به رئیس جمهوری تاجیکستان بهای مثبت داده، به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان برای سطح بلند تشکیلی، پذیرایی صمیمی و مهمان نوازی اظهار سپاس کردند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، راهبر مرکز منطقوی سازمان اوید به دیپلماتیای پیشگیری کننده در آسیای مرکزی، پیام دبیر کل سازمان ملل متحد را به سمع اشتراکچان رساند. از روی نتیجه جلسه قرارهای شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال همچنین اعلامیه دوشنبه به امضا رسیدند. در فرجام جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال، رئیس کمیته اجرایی فوند اوید به نتیجه های کار جلسه برای دایره وسیع خبرنگاران داخل و خارج نشست مطبوعاتی آراست.